منیژه ملی صفت، متخصص در امور وام‌های تجاری و مسکونی. دیگر نگران تهیه وام‌های خود نباشید. کلید ملک مسکونی و یا تجاری شما را بانوی وام تقدیمتان می‌کنند. 416-858-1048. و اما امشب در دنباله تصنیف و ترانه نوین ایران در بین دو انقلاب دنبال میکنیم. 17 بخش این برنامه رو با خانم هما میرافشار. هما میرافشار یکی دیگر از ترانه سرایان معاصر زن ایران میباشد که بیش از 250 ترانه سروده. خوانندگان بزرگی کارهای هما رو اجرا کردند و هنوز هم به کار سرودن خوشبختانه ادامه میده. هما میرافشار در سال 1325 در تهران متولد شد. سرودن را در سالهای اول دبیرستان آغاز کرد و در یکی از نشریه ها عکس و داستان و گزارش و شعرهای خود را به چاپ میرساند. همای میرافشار شاعری است که میشه گفتش که سبک خودش رو داره خانم میرافشار و شعرهای بسیار سنجیده زیبایی رو سروده و اکنون هم در امریکا به سر میبره. آنچنان مانند بعضی از ترانه سرایان، البته هیچ کدام از ترانه سرایان گذشته به راه به قول معروف تجاری نرفتن، سبک و سیاق خودشون رو حفظ کردن و این ترانه های مبتذل که در لس آنجلس وارد بازار شد هیچ کدامش، خیلی کم از این ترانه سرها تونستن، یعنی وارد اون معرکه شدن. ببینیم یکی از کارهای از هما میرافشار، دو دفتر شعر به نام گلپونه ها و آلاله ها داریم. همای میرافشار فارغ التحصیل رشته موسیقی در سال 1962 است. موسیقی رو قبل از اون با استاد اسدالله ملک یادگیریش رو آغاز کرد و یکی از کارهای ماندگار همای میرافشار با صدای خواننده خوب برنامه گلها عبدالعلی وزیری است که با هم این ترانه رو گوش میکنیم و میشنویم. نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه به چه رنگه، به چه حاله، نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه به چه رنگه، به چه حاله، مثل یک جام شراب. نمیدونی چه میگه، چه سخنگو مثل اشعار مسیحایی حافظ، یک کتاب
یک توبه مثل یک جام شراب. نمیدونی که چه رنگه، چه قشنگه، رنگ افتاب بهاره مثل یک جام بلوره. شایدم چشمه نوره مثل یک جام شراب. نمیدونی که دل من توی اون چشمای شوخت، روی اون برکه آروم، یه حبابه مثل یک جام شراب.